خواندن، شاهنامه. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است که شامل حدود 60,000 بیت شعر است. فردوسی حدود 30 سال برای انتشار آن وقت صرف کرد. محتوای این اثر ادبی اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب است. این کتاب ادبی ارزشمند به سه بخش اسطوره‌ای از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون، پهلوانی از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم و تاریخی از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا فتح ایران توسط اعراب تقسیم می شود. فردوسی زمانی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود، زمانی که اعراب زبان، دانش و ادبیات در ایران را به زبان عربی تغییر داده بودند. فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده شدن و احیای زبان پارسی شد. شاهنامه بزرگترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته و به بیشتر زبانهای زنده جهان ترجمه شده است. این کتاب نفوذ بسیاری در ادبیات جهان داشته است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور هوگو از آن به نیکی یاد کرده اند. شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است که شامل حدود 60,000 بیت شعر است. فردوسی حدود 30 سال برای انتشار آن وقت صرف کرد. محتوای این اثر ادبی اسطوره‌ها، افسانه‌ها و تاریخ ایران از ابتدا تا فتح ایران توسط اعراب است. این کتاب ادبی ارزشمند به سه بخش اسطوره‌ای از عهد کیومرث تا پادشاهی فریدون، پهلوانی از قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم و تاریخی از پادشاهی بهمن و ظهور اسکندر تا فتح ایران توسط اعراب تقسیم می شود. فردوسی زمانی شاهنامه را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود، زمانی که اعراب زبان، دانش و ادبیات در ایران را به زبان عربی تغییر داده بودند. فردوسی با سرودن شاهنامه موجب زنده شدن و احیای زبان پارسی شد. شاهنامه بزرگترین کتاب به زبان پارسی است که در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته و به بیشتر زبانهای زنده جهان ترجمه شده است. این کتاب نفوذ بسیاری در ادبیات جهان داشته است و شاعران بزرگی مانند گوته و ویکتور هوگو از آن به نیکی یاد کرده اند.